ایران افشاگری یه آخون خیلی بر من جالب بود، آقای مفید کیانی نژاد مال بخش طالقان هستن. رفتن به ایشون تحت فشارش قرار دادن که آقا مثلا در باب انتخابات بیا یه حمایتی بکنینا، و ایشون افشاگریه جالبی میکنه، میگه این انتخابات ما نمیتونیم تاییدش بکنیم، مشروعیت نداره، برای اینکه توش پر از کسایی که اصلا شرکت نکردن در انتخابات، اومدی شماره های ملیشون رو برداشتی جای اونا رأی دادید. یعنی امکان داره شمایی که الان دارید برنامه منو میبینید، من به شما بگم که آقا رأی دادید یا نه، میگی ندادم، اما با شماره ملی شما رژیم رفته خودش به جای شما رأی داده. و این اتفاق خب خیلی افتاد، یعنی آماری که اینا میدن خیلی از مردم اصلا نرفتن رأی بدن و به جای مردم اینا با شماره ملی رأی دادن. و شما نمیدونی رأی دادی یا نه، الان باید بری مثلا تو یکی از این حوزه‌های انتخابیه این شناسنامه‌تو بدی، شماره ملی تو بدی، ببینی که رأی دادی یا ندادی. این هم خودش نکته جالبی. بذارید صحبت خود این آخونده رو گوش کنیم که صحبتش خیلی مهمه. یا بنده اول بودم، ولی به خاطر تقلبی که در انتخابات صورت گرفت، انتخابات مخدوش مخدوشه. خب میگه بابت تقلبی که در انتخابات صورت گرفته، این انتخابات مخدوش مخدوشه. ما قضایی رو پیگیری میکنیم، وقتی که میان رأی میخرن، وقتی میان خب رأی میگه میخرن، گفته رأی خریدن در این انتخابات. خود ملی افراد بدونی که خودشون توجه داشته باشن برمیدارن. کد ملی افراد میگه بدونی که مردم متوجه باشن برداشتن. ببین این صحبت ها چرا اینجا دارای ارزش است؟ چون در اپوزیسیون نیست، در خارج از ایران نیست، در درون ایران در مسجد داره این حرفا رو میزنه، در کنار یه مش حزب اللهی داره این حرفا رو میزنه. یعنی ببین کار این نظام به کجا رسیده. حالا جریان محور مقاربت اینجوری قشنگ یه دونه زرمین برمی‌داره، یک نفر در اسرائیل یه چیزی علیه نتانیاهو بگه کلی برجسته میکنن، بعدم تقطیع میکنن. الان مثلا صحبت های آقای ترامپ رو اومده مطرح کرده که آقا این شرکت های چینی و غیره و ماشین های چینی و اینا آمریکا رو فرا گرفته، و اگر من رئیس جمهور نشم جلوی این شرکت های چینی رو نگیرم، حموم خون در اینا در آمریکا رخ میده، به خاطر حالا یا ماشین های بی کیفیت چینی یا هر چیزی در این چارچوب داشته صحبت میکرده. اومدن همه بخش های صحبت آقای ترامپ رو سانسور کردن و گفتن ترامپ گفته اگر من انتخاب نشم آمریکا حمام خون را میافتن، اصلا بار معانی رو عوض میکنه. یعنی همین یه نکته‌ای که خیلی جدی بهتون بگم، کانال‌های تلگرامی و خبرهای تسنیم، خبرگزاری فارس در باب غرب و آمریکا را اصلا توجه نکنید، در باب اسرائیل توجه نکنید، چون اینا 0 تا 100 خبر رو تقطیع میکنن. اون چیزی که مثلا میگه آقا وال استریت ژورنال گفت، خبرگزاری مثلا نیویورک تایمز ادعا کرد، بعد کلی مثلا شما میگی خبر، مثلا خبرها رو من چند بار اینو امتحان کردم تو این مدت، خبرهای عجیب غریب اینا میزنن، یا اصلا کلیپ ها رو چیز میکنن، سرتاش رو تقطیع میکنن، آقا فلان تحلیلگر اینو گفت، آقا این فلان تحلیلگر رو تو همه چیزش رو تقطیع کردی. کارهایی که خب یه زمانی اپوزیسیون علیه من میکرد، الان اینا هم علیه من میکنن دیگه، همه صحبت های آدم رو تقدیر میکنن، صدای آدم رو جابجا میکنن، یه چیز دیگه. برای همین شما تلاش کنید اگه جایی مثلا شک میاد، مثلا میبینی یه خبری میاد میگه نیویورک تایمز گفت، برو اون خبر رو روی بابا دوره اینترنت و گوگل کاری نداره، برو یه دونه چیز هم نصب کن رو گوگل کرومت، ترنسلیت هم نصب کن. من همین کارو میکنم، مثلا هر زمان اینا میگن آقا اورشلیم پست گفت، سری اورشلیم پست رو سرچ میکنم، خبر رو پیدا میکنم، کلش رو میخونم، بعد میبینم اصلا یه چیز دیگه داره میگه، خبرگزاریای در حقیقت سپاه در تلگرام چیز دیگری دارن میگن، خبرگزاری تسنیم چیز دیگری داره میگه، خبرگزاری مثل سریال اوشینش میکنن، اوشینو خوب نشون دادن، اوشین هم شما دیدید کل داستان رو عوض کرده بودن، اوشینو مال دهه 60 بود اوشین اگه اشتباه نکنم دیگه، کل موضوع رو عوض کرده بودن، که بعد سفیر خود چیز که دیده بود، سفیر ژاپن که اوشینو دیده بود، گفت چقدر جالب شده، خود ما هم خوشمون اومده. رنگ میریزن، به دهداری ها میسپرن، ویلاهایی که وجود داره خودشون نیستن، تهران هستن، کد ملی اینا رو گرفتن براتون رای ریختن. در خب این چقدر داره افشاگری میکنه، میگه چقدر اومدن به جای مردم رای دادن، زرماکانم اطلاع پیدا کردن بدون اینکه کسی حضور داشته باشه، فقط 20 دینار گرفتن و رأی تو صندوق ریختن. خب میگه زرماکانم مثل جنگا بزن چی میگه؟ اطلاع پیدا ملی نار گرفتن براتون رأی ریختن. در از گفتن زرماکانم اطلاع پیدا کردن بدون، خب کارخونه زرماکانم رفتن از کارگرا تمام کد ملیاشونو گرفتن و به جای کارگران کارکنان زرماکارون داره ادعا میکنه ایشون که به جای اونا رأی دادن. یکی
حضور داشته باشه، فقط 20 دیناری گرفتن و رأی تو صندوق ریختن، اون معلوم چه اتفاقی میفته؟ انتخابات رو کاملا مخدوش میبینیم و محکم پشت قضیه رو گرفتم تا ان شاءالله بره. مانند انتخابات مخدوشه، توجه فرمودید؟ از من خواستن تبلیغ کنم، من انتخابات مخدوش تبلیغ نمیذارم. اگه مردم به حال خودشون میذاشتن. خب میگه که از من خواستن که بیام تبریک بگم برای انتخابات، ولی چون انتخابات کاملا تقلب و مخدوشه من تبریک نمیگم. خرید رای نبود، این تقلب نبود، مسلما مردم فرد دیگه ای انتخاب کرده. خب ببینید این سطح حجم اعترافاتی که در خود ایران داره هر روز علیه نظام انجام میشه در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یعنی ببین وضعیت حکومت چیه، همه دارن اعتراض میکنن، اون وقت عزیزان محور مقاربت نشستن میگن ایران گل بلبل، اما در آمریکا و اسرائیل و اینا همه این حکومت ها دارن نابود میشن. چرا؟ چون حالا یک نفری در آمریکا و اینا یه چیزی گفته، تازه اینا همش هم تقدیم میکنن، تایشو میزنن، جلوشو میزنن. اصلا چون دیروز داشتم، دیشب رسیدم خونه، داشتم صحبت یکی از این برنامه‌های انقلابی رو نگاه میکردم در باب جنگ اسرائیل، یه بخشی صحبتایی که برام جالبه که حالا تو برنامه‌های زنده‌مون بهش میپردازم. یه تعریفی داشت میکرد که آقا حماس اصلا پیروز، اصلا یه جوری داشت قضايا رو توضیح میداد، اصابته یه کسی که مخالف نتانیاهو توی اسرائیل، به همه اینم تقدیر داشت میکرد و غیره، اصلا یه جوری داشت تصویر سازی میگه اصلا حماس پیروز شده، دلم سوخت برای اسرائیل، اونم اسرائیل شکست خورد دیگه، اصلا حماس الان اصلا یه جورایی کل تل آویو با خاک یکسان کرده. میگم دیگه دنیاهاشون دنیاهای معکوسیه، برعکسیه، برعکس نگاه میکنن قضايا رو. اما در واقعیت شما میبینید که لحظه به لحظه چه اعترافاتی رو خود این افراد در درون نظام دارن انجام میدن، از هنرمندانش بگی، از رئیس جمهورهای سابق این حکومت بگیر، همش الان خود روحانی اومده گیر داده که آقا جا شما بیایید به من دلایلی که منو رد صلاحیت کردید جرأت داشته باشید به صورت علنی به ملت بگید. خب راست میگه آقا، بگید که ما بدونیم چرا روحانی رو شما چیز کردید رد صلاحیت کردید دیگه، دمتون هم گرم، حتی گروه بابای همتون، ولی خب آدم بدونه چرا رد صلاحیت، علنیش کنید. اگه شما فکر میکنید که بر اساس قوانین خودتون، بر اساس مرام و مسلک خودتون میتوانستید روحانی را حذفش بکنید، خب اینو علنی باید بگید. معنا روحانی درخواست داده، علنی باید بیان بشه. به هر حال انتخاباتیه که رئیس جمهورهای سابقش آقای روحانی و آقای خاتمی از جریان بالاخره راست چپ قضیه و آقای احمدی نژاد از جریان راست قضیه، همشون میگن این انتخابات مخدوش است. بعد خیلی جالبه، چهار تا بچه حزب اللهی به ما میخوان بگن انتخابات عالی بود، مردم پشت نظام وایسادن. عزیزم انتخابات شما کارش اصلا دیگه به این مرحله نیستش که من به عنوان اپوزیسیون یا هر چیزی یا مخالف شما بخوام ردش کنم. انتخابات شما رو به تمام رئیس جمهورای زندت، اونایی که رئیس جمهور بودن در این نظام و الان زندن، رد میکنن. اون یه نفری هم که قبلا رئیس جمهور بوده زندت رد نمیکنه، چون الان خودش اصلا مسئول انتخابات، رهبره، خامنه ایه. تمام رئیس جمهورایی که در قید حیات هستن انتخابات شما رو رد میکنن. خاتمی، رفسنجانی، چی میگم رفسنجانی، خاتمی، روحانی، احمدی نژاد، هر سه تا رد کردن انتخابات تو. بعد تو میخوای به بقیه براندازان و دنیا میخوای، خیلی جالبه، جمهوری تو میخوای به دنیا بگی انتخابات من سالم بوده، در حالی که هیچ کدوم از رئیس جمهوراش که الان در قید حیاتن تاییدش نکردن. عاشقتونم، پاینده ایران بدرود.